خب به ذات اشتر نصر نسل نصری اخت و ناسوالان و مشه یعقوب یکی از مراسمی که انجام میشه تو شیوا برا خود نوشتن کتوباست کتوبا خیلی مهمه اگه کسی کتوباشو گم کرده یا یعنی اینکه کتوباش ایراد داره ممنوعه که زیر یه صف با همسنش حتی یک ساعت هم زندگی بکنه بنابراین خیلی مهمه که حتما کتوبا خوب نوشته بشه درست نوشته بشه حتما روزش باید درست نوشته بشه خیلی از هست روزش اشتباه نوشته مثلا فرض کنید اگه امشب عروسی باشه امشب میشه پنج شبات و خیلی متاسفانه بعضی کتاب هست وقتی که امشب ازدواج شده نوشته چهارشنبه ازدواج کردن نوشته چهارشنبه و این زمان خودش نی حتما باید کتاب عوض بشه اگه اسما اشتباه نوشته شده باشه کتاب باید حتما عوض بشه اگه تاریخ اشتباه باید عوض بشه روز اشتباه نوشته شده باید عوض بشه و خیلی مهمه که حتما کتوبا سالم و درست باشه معمولا رسمه که کتوبا رو میدن دست مادر زن معمولا اینجوریه ولی خب واجب نیست اگه کسی خودش هم نگه میداره کتوباشا یا بعضی ها رسمشونه که تو اتاق خواب بند میکنن مانعی نداره ولی معمولا رسم اینه که میدن به مادر زن به خاطر اینکه خیلی مغاز ممکنه بین زن و شوهر یه دعوا پیش بیاد بعد داماد بره شوهره بره از رو عصبانیت یهو کتوبای را پاره بکنه به خاطر همین رسم شده که معمولا کتوبا رو میدن که مادر زن نگه داره اگه کسی کتوباش خراب شده خب خیلی موقع مثلا فرض کنید مال چند سال پیشه کتوباش رو تو کماد گذاشته پاره شده یا نصفش مثلا موریانه خورده از بین رفته اینا حتما کتوبا باید عوض بشه و هر کتوبایی هم نسخه خودش داره یعنی اگه کتوبایی گم شده یه نسخه مخصوص داره اگه کتوبایی اشتباه داخلشه یه نسخه مخصوصی داره و حتما کسی که بلده باید بیاد و برای اون اشخاص که رو عوض بکنیم یه نکته خیلی مهم خیلی موقع بوده که برای احترام می اومدن شاهد فامیل قرار میدادن مثلا با جناق طرف یا فامیلای نزدیک اگه فامیلای نزدیک که جز شهود نمیتونیم اون رو حساب بکنیم امضا کرده باشن این هم واضحه که کتبا مورد قبول نیست و باید از نو بیان و کتوبا را بنویسن شاهدایی که انتخاب میشن اگه شاهدا شمر شبات نیستن شمر میسوت نیستن یا هم حارسه فرد بی سوادیه که سوادی نداره معمولا کیستامه به صورت کلی هم حارث. خب دستورات بلد نیست شبات ها بلد نیست به قانونش چجوری باید نگه داره بنابراین اینا رو ما به عنوان شاهد نمیتونیم انتخاب بکنیم و اینا باید دقیق داشته باشیم خب کتوبا خب پس خیلی مهمه حتما باید درست نوشته بشه و بعد از کتوبا میریم سر نیسوین نیسوین زیر خوبپا رفتنه چندین رسم وجود داره بعضی ها رسمشونه که خوبپا را اون توری که عروس روی سرش قرار میده اونا به عنوان خوبپا حساب میکنن بعضی ها رسمشونه که میان و پارچه گلدوزی شده یا پارچهی که رنگ و رنگ میان اونا به عنوان خوبپا حساب میکنن بعضی ها میگن خوبا اون موقعیه که میان و با هم خلوت میکنن زن و شوهر اونا میگن خوب پا. و بعضی عقیده دارن همین سیت ها ما میایم به عنوان خوب پا قرار میدیم و این خودش به عنوان خوب پا حساب میشه همه نظریات درسته درست هر جایی بر طبق رسمشون میان و به این شکل انجام میدن یه ما سوالی که پرسیده میشه اینه که آیا داماد و عروس موظفن که روز عروسیشون بیان و تنیت بگیرن یا نه خب عروس که واضحه عروس لازم به گرفتن تنیت نداره داماد آیا داماد موظفه که تنیت بگیره یا نه طبق نظر رماری بیموش اسرائیلیش و خیلی از جوامع اشکنازی رسمشونه که داماد میاد روز عروسیش تنیت میگیره چرا دو تا دلیل بت شموئل در شورخان توضیح میده یه دلیلش به خاطر اینه که وقتی داماد ازدواج میکنه اون روز روز سلیخاست یعنی تموم آوانای اون داماد بخشیده میشه به خاطر همین میاد و تنیت میگیره که همراه اون که داره گناهاش بخشیده میشه اینجوری کمک بکنه به تهارتش یه دلیل دیگه که به شموئل میاره که داماد تنیت میگیره به خاطر این بوده که مست نکنه و تمام مراحل قدوشین و نیسوین که انجام میشه حواسش به طور کامل جمع باشه بدون چی داره امضا میکنه متن کتبا که خونده میشه را بدون چیه و به این شکل بتونه درست مراسم ما اجرا بکنه و در حالت مستی ازدواج نکنه این نظریاتی که به شموئل به این شکل توضیح میده البته بعضی نظرها عقیده دارن که به خاطر اینکه اون روز عروسی مثل یوم توف میمونه برای داماد نباید تانیت بگیره این نظر بیت یهوداست بیت یهودا میگه که تانیت نگیره حالا بنیشخای عقیده دارن که رسمه که تانیت میگیره دوماد حالا بنیشخای میگن اینجوری رسمه حتی تو تفوسوت حتی تو جوامع خودشون که اونجا ما را دسترا بودن ها را بنیشخای میفرمان که رسم تنیس میگیرن به خاطر بخشیده شدن گناه های اون داماد ها را به در یبیا و مرزک میکنن چندین جا را میارن که رسم نبوده تنیس بگیرن و, و ودی ها را اودیا می نویسن که ادوت تمیز راخ جماعت مشرق زمین هم رسمشون نبوده که تنیس بگیرن در نهایت خب هر اگه بتونه تنیس بگیره خیلی عالی کسی هم که حالا امکانش نی تنیس بگیره اگه تنیت نگیره هیچ مانعی نداره یه رسم خیلی خوبی هم که هست اینه که میان خوبپا را زیر آسمون قرار میدن این رسم ختم سفر میاره ختم سفر میگه خوبه که خوبپا یعنی اون سیستیت که بالا سر هر میگیرن زیر کنفه هشامه زیر آسمون باشه به خاطر اینکه به عنوان یه سیمان تو به عنوان یه نشونایی خوبی باشه که نسنش که کخوه هشامه ایم مثل ستارگان آسمون زیاد بشه این خیلی رسم خوبیه ولی که امروزه معمولا رسم شده که دیگه وقتی تو سالن میان مراسم عروسی ها میگیرن دیگه خوب هم اونجا برنامه میکنن ولی اگه دقت کرده باشید تو خارج کشور اولا سعی میکنن تو روز برا شیوا برا خودا بگن این خیلی سگولاس و خیلی خوبه خیلی مهمه البته ما رسممون اینه که شب خوب پا دوشینا میگیریم و, می و همچنین زیر آسمون میان و ها رو میگیرن و خوب ها را قرار میدن اگه اینجوری هم نشد گفتم خدمتتون این بهترین حالته بهترین حالت اینه که روز باشه و زیر آسمون باشه ولی اگه خب شب باشه و تو سالن هم باشه زیر سقف باشه واضحه که اینم مانعی نداره و رسم ما به این شکل میایم و اینا انجام میدیم خب شب عروسی حتما باید روی یاین این بگیم یا این حتما باید براخا گفته بشه اگه کسی یا این نداره میتونه به جای یا بیاد و روی شخار روی مشروبات الکلی بیان و این بناخا گفته بشه چرا یا این خب خیلی دلیل بر طبق حالا قبالا که توضیح میدن ولی به صورت کلی یکی از دلایل مهمی که ما هم شب شببات میایم روی یاین یا براخا میگیم هم شیوا خود هم زمانی که بریت میلاس میایم و روی یا این براخا میگیم طبق اون نظریه که عقیده داره تو گمارا که میوه که آدم هایشون میوه ممنوعه که آدم از اون میوه ممنوعه خورد انگور بوده و به این شکل وقتی از میوه ممنوع خورد و از گن ادن گن ادن پایینی میدونید که ما دوتا تا گن ادن داریم یه گن ادن تختون گن ادنی بوده که آدم هاریشون داخلش بوده که وقتی آدم هاریشون ازش بیرون میاد خدا میاد دو تا ملاخ قرار میده و برق بعد جلوی اونا قرار میده که هیچ نتونه اونجا را پیدا بکنه الان دقیقا اگه اون مختصاتی هم که تو تورا میگه را ما بریم بررسی بکنیم نمیتونیم هم گن ادن تختون پیدا بکنیم چرا به خاطر اینکه خدا مایل نیست که پیداش بکنیم و اگه کسی هم بره اونجا راه رو گم میکنه یه گن ادن الیون داریم گن ادن بالاییه که بعد 120 سال باغ وقت بخیری اونجا وقتی که از دنیا میره میره در گن ادن الیون خب وقتی که آدم هاریشون از گن ادن تختون یعنی گن ادنی که رو زمین بود اخراج شد به خاطر اینکه از انگور خورد حوادش باروخو اومد و این زخوتا داد به آدم به نسل آدم که یه تیغونی باشه برای گناه آدم هاریشون این تیغون داده شد که بیایم بر روی یاین یعنی همون آب انگور براخای بار پری هگ بگیم و وارد شبات بشیم و شبات ها به این شکل میسوای زاخورت یوم ها شبات ها اینجوری اجرا بکنیم همینطور برای ازدواج همینطور برای ازدواج هم یه تیغونیه برای گناه آدم هاریشون که اومد از میوه ممنوع خود آخه میدونید طبق نظر وقتی آدم هم به دنیا میاد دو چهره بوده اینه که اگه دقت بکنیم تو تورا وقتی که در مورد آدام هاریشون در تورا میگه که خدا آدم هاریشون آفرید میگه زاخار اون قوا بارا اوتام مزکر و معنس اونها را آفرید بعد میاد ماجرای خوا رو میگه که از سل از دنده آدم خواب خوا به دنیا اومد چجوریه؟ جوریه اول که تو تورا داره میگه خدا مزکر و معنس آفرید بعد میاد میگه آدام تنها بود خوا به دنیا اومد یه نظریه اینجوری توضیح میده که وقتی آدمهانیشون به دنیا اومد دو تا پرسوفت داشته دو تا چهره داشته یه چهره ای بوده که آدمهانیشون بوده و یه چهره ای بوده که خوا بوده و اونجایی که خدا میگه اومد سلع سلع معنی دنده میده معنی طرفم میده اونجایی که میگه خدا اومد یه سلع از آدمهانیشون برداشت یعنی یه طرف آدمهانیشون رو جدا ازش کرد و خوا به این شک به دنیا اومد البته بعضیا مخالفن بعضیا میگن نه تورا اولی کار که میگه زاخار اون قوا بارا اوتام مذکر و معنس اونها را آفریده ما یه قانونی داریم در توضیحات تورا ام موفخان و مقدام بر تورا یعنی ما تقدم و تاخر در تورا نداریم خدا داره به این شکل توضیح میده تو تورا آینده را داره میگه با وجود این که الان هنوز خواب دنیا نیامده بوده بنابراین وقتی که مرد میخواد ازدواج بکنه و شیوا برا خود به این شکل گفته میشه روی یاین میگیم که یک کفاره باشه بر اون گناه آدمهاریشون که از میوه ممنوعه خورد البته خیلی دلیل داره یکی از دلایلش مثلا یه دلیل دیگه به خاطر اینکه ان سیم خا الا و یعین شادی با یاینه و به این شکل چون که میسواس که مرد بیاد و همسرش رو خوشحال بکنه در هفت روز عروسی موظفه که بیاد خوشحالش بکنه حتی تا یک سال میدونید قانون که نباید مسافرتی که لازم نیست نباید وقتی ازدواج میکنه مرد به تنهایی بره مسافرت به خاطر اینکه موظفه که, که همسرش را خوشحال بکنه پس برابر این جایی میخوریم که به این شکل این هم انجام بده امیدواریم که همیشه سیمخا و ساسون برای تمام جمعه اسرائیل باشه